منم خداوند دانا و توانا، خداوند بیاندازم مهربان و بخشایشگر. با تقدیم سلام خدمت تمام شما دوستان بینده، آرزومند هستم جور صحت و سلامت باشین هر کجایی که هستین، هر کجایی که بیننده برنامه خودتون هستین. امیدوار هستم امروزتون را با بهترین ها آغاز کرده باشین و بهترین ها را برای خودتون رقم زده باشین و ما آغازگر هر کار خودمون هستیم. بیاین که تغییر پذیر باشیم، همیشه انتقاد پذیر باشیم و همیشه برای خودمون یک اعتماد به نفس خیلی ها بالایی داشته باشیم. شما عزیزان میتونین جهت حمایت از برنامه خودتون نظریات، انتقادات و پیشنهاداتتون را همراهی ما شریک بسازین. از طریق راه های ارتباطی برنامه چارشتش کلید چارف در اختیارتان است و همچنان صفحه رسم زندگی را لایک بکنید و کامنت بگذارید. مثل همیشه بازم یک موضوع خیلی مهم را انتخاب کردیم. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر ویژگی های شخصیت سالم. یک موضوع خیلی مهم و همچنان موضوعی هست که میتونه سرنوشت ساز باشه بالای همگیمون، برای همگیمون. این که حالا ما چگونه میتونیم یک شخصیت سالم داشته باشیم، چگونه میتونیم هضمین شخصیتمون به گونه درستش محافظت بکنیم، کدوم ویژگی ها را میتونه داشته باشه، مبحث خیلی مهم است و مبحث مون را آغاز میکنیم با مهمان برنامه مون جناب دکتر صاحب احسان نوری که نو روانشناس هستند. در رابطه به همین موضوع خیلی مهم صحبت میکنن. سلام استاد، خیلی خوش اومدین. بعد از ششتون بخیر. شما سلامت باشین. بنامان که در ما یاد از او سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های نازنینتان که میکنین برنامه خیلی زیبا شما رو. سلامت باشین استاد، خیلی خوش اومدین به برنامه رسم زندگی. شما سلامت باشین. سلامت باشین. چون بسه در ابتدا یک شرح خیلی کوتاهی داشته باشین در رابطه با شخصیت. شما بعضی کسا رو دیدین وقت سوال میشه از این که میگه فلانی وقت برش محبت میکنی واکنشش چی هست؟ بله. واکنشش خوب بود یا بد بود؟ شک کرد یا نکرد؟ یا مثلا قهر شد؟ کسی رو تحسین میکنین شما چی واکنش میبینین ازش؟ آیا به تحسین خوش میشه یا نگران میشه؟ میگه من رشخند میکنین با تحسینتان. میبینین یا نه اینی کلش تمام نشان میده که شخصیت فرد چگونه است. آیا زمانی که عصبانی میشه کنترلش میتونه یا خیلی پرخاشگری میکنه؟ پس شما ببینین که شخصیت یک فرد عبارت از مجموعه احساسات، هیجانات، افکار، رفتارها و واکنشهایش است. بله. پس تمام اینا شخصیت یک انسان است که یک فرد وقت زمانی که ما برش یک صحبت هم میکنیم چگونه واکنش نشان میده. مثلا ببینین خانم یک فرد برش میگه من امروز رفته بودم کتاب خریدن. اگر فرد شک میکنه، این فرد شخصیت پارانوید داره، یعنی شکاک است. برای هر چی شک میکنه، روی خانم خود شک میکنه، سر برادر خود شک میکنه، بالای خواهر خود شک میکنه، بالای کلگی شک میکنه، شکاک است. ببینیم که بس شخصیت یک فرد فرق شخصیت های کسایی دارین که پرخاشگر هستن، در هر چیز پرخاشگری میکنه. صحبت خوب هم کنی اونا عصبانی میشن، صحبت بد که کنی خب بیاز عصبانی میشن. یعنی تمام ازی بر میگرده به ای که افکار ما، احساسات ما، رفتارهای یک فرد چگونه است و تمام اینا شخصیت یک فرد تشکیل میده. بله. که چگونه یک شخصیت داره. پس میریم روی از این که شخصیت سالم خیلی کی است. پس کی رو میتونیم شخصیت سالم بگوییم؟ مازلو چقدر خوب میگه. مازلو میگه که انسان ها باعث سعادتمندی تمام بشر میتونه شوه و همین انسان است که باز باعث بدبختی تمام بشر میتونه شوه. اگر انسان سالم داشته باشیم تمام بشر جور میشه، اگر انسان ناسالم داشته باشیم تمام بشر نابود میشه. هیتلر آمد چیکار کرد؟ کل دنیا را کشت، از بین برد. چرا؟ بخاطر که شخصیتش فرق میکرد. اما یک کس دیگه آمد شخصیت خوب داشت، کل دنیا را پرنور کرد. ببینید که شخصیت ها چقدر فرق داره، شخصیت خوب، شخصیت بد. پس ما امروز روی ازی صحبت میکنیم که اشخاص که شخصیت سالم دارن، یعنی سالم هستن، چی ویژگی های دارد؟ چطور بشناسیم که فرد خیلی شخصیت خوب داره، با شخصیت هست، یعنی انسان سالم از در کل، یعنی خصوصیات انسان سالم ما اگر چه زیاد است، یعنی ما در یک روز نمیتونیم کل خصوصیات یک شخص سالم بگوییم که حداقل از 150 بالاست. یعنی ما امروز 5-6 بخشش مورد مطالعه قرار میدیم، نیکلشه. یعنی کسی نگه که استاد چقدر کوتاه کردی موضوع را. این بس یک ساعته نیست، بیشتر از ما 100 جلسه، یعنی 4 ما روی ازی بس کردیم تمام نشده. بحثی که ما امروز کلن یک خصوصیات عمومی کم کم میگیم که بفهمیم که چطور یک شخص، یک فرد کمه که بشناسی میشن شخصیت های سالم که اینا کیا هستن. افرادی که شخصیت سالم دارن خودم میپذیرن.
افرادی که شخصیت سالم داره خود میپذیرن، خود پذیری دارن، خود دوست دارن، اصلا نمیگه که من بسیار کم هستم، نه بسیار زیاد هستم، اصلا منحصر به فرد هستم، یک فرد هستم. خداوند متعال مرا به خاطر کمک به دیگرا، به خاطر کمک به خودم میره پیدا کرده. ببینید که نگرش اینا چی است؟ نگرش اینا خودپذیریشون است. اصلا خود بد نمیگن، خود تحقیر نمیکنن، شخصیتشون سالم است. باز بعضی افراد از خود تحقیر میکنن، توهین میکنن، میگه اصلا چی هستی؟ چرا به دنیا آمدی؟ اصلا نمیومدی؟ چی به درد میخوری که به دنیا آمدی؟ این صحبت هم میکنن. اونا شخصیتشون مشکل داره دیگه. پس خودپذیری اولین اصل افرادی که انسان سالم هستن، شخصیت سالم دارن، خودپذیری دارن، اینا خود میپذیرن. دوم، مسئولیت پذیر هستن. افرادی که شخصیت سالم دارن مسئولیت خود میپذیرن، هر چی که برشون مسئولیت داده اونا رو میپذیرن. بالای دیگران رو مقصر نمیدونن که دیگران مقصر. بعضی کسا رو دیدین یک کارو میکنه، میگه دست تو خراب شد، اگه تو صحبت نمیکردی هیچ وقت خراب نمیشد. کل کار تو است، تو این کارو کردی، در واقع خودش خراب کرده. افرادی که شخصیت سالم داره مسئولیت های تمام کار خود میپذیره، میگه ما این کارو کردیم، خوب کردیم، اشتباه کردیم، کار خوب کردیم، تجربه گرفتیم. اصلا برای کس دیگه ما چیکار میکنیم؟ اگر ما موفق نشدیم پدر خودم میگیم گناهی توست پدر جان، گناهی توست مادر جان، فلانی نماند، فلانی نماند. بهانه هاست دیگه، بهانه کرده میریم، مسئولیت خودمون نگرفتیم، بالای دیگران مقصر میدونیم. خیلی افراد دیدین کل کار خودشون خراب میکنن، میگه فلانی کرده. خاصیت طفلانه رو داره. طفلانه رو ببینین یک چیز خراب میکنه به خاطر که میگه کسی مرا چیز نگویه، باز میگه فلانی کار کرده، سر کودک دیگه مندازه. این خاصیت ما، چرا ما مسئولیت خود نمیگیریم؟ و امیز که وقت ما مسئولیت نگیریم هر چیز به گردن دیگران مندازیم. درس نمیخونی، تلاش نمیکنی، میگه تقصیر فلانی بود که من این کار نکردم. تقصیر هیچ کس نبود، خودت نخواستی که درس بخونی، خودت نخواستی که موفق شوی. وقتی خودت تصمیم نمیگیری چرا دیگران رو مقصر میدونی؟ چرا دیگران رو مقصر میدونی که فلانی نگذاشت که من موفق شم، فلانی گذاشت، خودت نخواستی؟ لطفا بهانه نکو. پس افرادی که شخصیت سالم ندارن بهانه میکنن. بله دقیقاً. خب بینده های عزیز، قسمی که جناب حسات یادوری کردن که موضوع شخصیت یک موضوع خیلی ها گسترده و همچنان بحث خیلی ها وسیع هست و میتونیم که همیشه در فکر این باشیم که چگونه میتونیم بر خودمون یک شخصیت سازی خیلی ها خوب داشته باشیم. خب دوستان بینده، حالا میریم طرف یک میون برنامه خیلی کوتاه، دوباره برمیگردیم، با ما باشید. بازم خوش آمدید بینده های عزیز، در ادامه برنامه رسم زندگی قرار داریم. قسمی که در ابتدای هست برنامه یادوری کرد و موضوعی امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر ویژگی های شخصیت. یک حالا شخصیت سازی چگونه میتونیم یک ویژگی های خوب را داشته باشه، چگونه میتونیم یک شخصیت خوب را بر خودمون ایجاد بکنیم. و قسمی که جناب استاد همچنان نکات خیلی خوب را یادوری کردن، همین نکته ها را در ذهن های مون عقد بکنیم و عملی داشته باشیم، مد نظر بگیریم همین نکات را تا بتونیم یک شخصیت خوب بر خودمون ایجاد بکنیم و دیگران نمانند که بالای مون انتقاد بکنه بالای شخصیت من. خب جناب استاد، یک نکته خیلی خوب را که یادآوری کردین در رابطه با شکاک بودن. شکاک بودن هست چی زمان یا در کدام سن ریشه میگیره یا ریشه میتوانه؟ تمام افکار ما از دوران کودکی شکل میگیره. اگر کودک ببینه که پدرش همیشه از روی مادر شک میکرد، روی خواهر شک میکرد، میگه پدرم چرا شکاک است؟ حتما شکاکی چیز خوبه. و یاد میگیره، بیچاره کسب میکنه ایره، و یا وقتی بزرگ میشه کم کم شک میکنه. مشکلاتی که در دوران کودکی داریم، تمام میتونه هر نوع مشکل باشه، فشارهای خانوادگی، لت و کوب، شک کردن بالای خودش، بالای مادرش، بالای اینا، تمام اینا شکل میگیره. وقتی بزرگ میشه فرد شکاک میشه. پس افراد که شخصیت سالم دارن شکاک نیستن. گفتیم خودم میپذیرن، مسئولیت خود به عهده میگیرن، این شکاک هم نیستن دیگه، شک نمیکنن بالای دیگرا. اگر ما شک میکنیم ما بیمار هستیم، یعنی مشکل داریم دیگه. ما دو نوع انسان داریم، یکی سالم یکی بیمار. پس این میره در بخش بیمار، یعنی اختلال داره، اختلال شخصیت داره. پس وقت زمانی که ما اختلال شخصیت داشته باشیم روی هر چی شک میکنیم، روی هر صحبت خوب، صحبت هر نوع صحبت باشه، یک کس رفت یک کس بره یک جا، شک میکنیم که چرا شد. کار پیش یک کس نمیکنیم، شک میکنیم. اگر یک کس بر ما بگه یک لک افغانی ماشتان از بیک کار کنه، چرت میزنیم خو یک لک افغانی حتما کدام پلان است به خدا سرمه. ما او یک لک خودپذیری نداریم دیگه. کسایی که خود پذیرفتن، خود دوست دارن، بله، میگه یک لک افغانی چی است؟ من خیلی ارزش دارم، درس خوندیم، تلاش کردیم، باید 10 لک افغانی داشته باشم. ما یک لک افغانی خود چیزی نیست. ببینید که ما با شکاکی زندگی خود خراب میکنیم دیگه.
انسانایی که شخصیت سالم دارن مشکلای خود میپذیرن. ما یکی از مسئله ای که داریم خیلی مهم است، از مشکل خود میشرمیم، از خانواده خود میشرمیم، از فامیل خود میشرمیم، از اطراف خود میشرمیم، از تمام اینا شرم داریم. یک کس مریض است، افسرده است، بیماری داره، میگه برو پیش دکتر، میشرم از مشکل خود. میگه مردم چی میگه؟ پس ببینیم که خیلی ما ضعف داریم. مردم چی میگه؟ چرا از مشکلتان میشرمین؟ چرا از بیماریتان میشرمین؟ مشکلاتتون حل کنین. پس افرادی که شخصیت سالم دارن هیچ وقت از مشکلات خود نمیشرمن، میرن رایج حل شبای دارن میکنن. اصلا میگه زندگی من، خودم دوست دارم، مشکلکای خودم دوست دارم، خودم دوست دارم، تمام زندگی من دوست دارم، خودم دوست دارم، اشتباهات خود دوست دارم. ببینین افرادی که خود دوست دارن تمام اینا شکل میگیره. اگه ما مثلا شخصیت هایی که مشکل دارن، اصلا دیگه همین شخص سالم گفته نمیشه. به روی هرچی شک کنیم، خود نپذیریم، مسئولیت خود به دوش خود نگیریم، کل زندگی ما مشکل ایجاد میشه. و دیگه خاصیت افراد کسایی که شخصیت سالم داره ای است که خود خود پذیرفتن، دیگران رو میپذیرن، اصلا دوست دارن و دیگران کمک همکاری میکنن. میگه چقدر انسان خوب هستی، چقدر خوب صحبت میکنی، چقدر خوب رفتار میکنی، من خود رو دوست دارم. ببینید کل این رو دوست داره و دیگران متقابلا این رو دوست داره، نه؟ چرا اونا دیگران رو دوست داره؟ افرادی که شخصیت سالم ندارن چیگونه هستن؟ واه واه چی یک بد شخصیت داره اینا. من یک کس بود، یک روز یک دوست من دکتر بود و خیلی مریضا رو معاینه میکرد و اینا. من امروز اونا خارج شدم، یک فرد چند لحظه من منتظر ماندم، جای کار داشتم، یک فرد به شما آمد گفت چی دکتر قدر سر از این بیروبار است، اصلا چیز را نمیفهمم، یک دوست من سی نمیفهمه که من دوستم، این چیز را نمیفهمه، اصلا نام خود دکتر ماندن، اینا پوچ مغز هستن، اگه خارج برن اینا به درد نمیخورن، فلان است و این دکتر نیستن، اینا احمق هستن، فلان اصلا. خب صحبت کرد، من یک چند لحظه سکوت کردم، شنیدم که اینا چی میگن. اصلا چند نفر اینا نجات دادن، بیا نجات بدن مردم، کمک کنن، بعد از اون قبولشان میکنم، فلان میکنم. من چند لحظه دیدم شخصیت سالم نیست و اصلا بس کردن با افراد خوب نیست، اما چند کلمه برش گفتم. خودتان گفتم چیکار کردین برای مردم؟ آیا خودتان یک نفر از زندگیش نجات دادین؟ ای که روزانه 100 نفر درمان میکنه، تو دیدیش؟ ما مردم مشکل ما همیست، دیگران هیچ نمیپذیریم. یک کس که آمده کار کرد، مثلا من صحبت میکنم، شاید خیلی افراد بگه هیچ چیزی نمیفهمه، فلان است، خود از این دیوانه است، روانشناسا دیوانه است، مشکل داره. خودت چی کار کردی؟ اگه خودت کار کردی بیا، چرا دیگران رو بد میگیم؟ ما باور کنید در صفحات فیسبوک دیدین اصلا یک کس یک کار نکرده انداختن بیچاره حریم خصوصی داخل شده که فلانی کار کرده. تمام مردم همین شکل میکنه، فقط شاید 5% نکنه، 95% چسبیده به زندگی دیگران. چی ساختین از زندگی دیگران؟ برای زندگیتون لطفاً بسازین، دنبال زندگی دیگران نباشین، برین برای خودتان تلاش کنین. هیچ چیز خودتان جور نشده، چسبیدین به دیگه. به من بچسبی چی میشه؟ من روز پیشرفت کردم میرم، چرا من روی حرف تو اصلا کار نمیکنم، روی صحبت او دکتر شما امو فرد که دکتر بیچاره هر چی گفت، من چند چیز گفتم برش. بله. و گفتم خودت چی کار کردی که هر روز مردم درمان میکنه؟ بیبی مردم ازش خوش هست، بره از کسایی که مخاطبینش از پرسان کنین تو چی شدیدی اصلا. از تو که تو یک فرد حسود بدبین با شخصیت ناسالم هستی، دیگه چیزی نداری در وجودت، اصلا چیزی نداری، چیزی نداری برای گفتن، چیزی نداری برای کردن. افرادی که بیکار است، بیمار است، آدمای اصلا بدرد نخور در زندگی، میچسبن روی زندگی مردم، دیگه چی کنن؟ انسان های بیکار چی کار کنن؟ مجبور روی زندگی دیگر را کار کنن. پس ببینیم که فرق بین شخصیت های سالم و شخصیت های ناسالم چقدر زیاده. شخصیت های سالم میان دیگر را چی میکنن؟ کمک میکنن، دیگر را صحبت های خوب میگن، دیگر را کمک میکنن که موفق شوه. دوست نداره کسی بدبخت باشه. شخصیت سالم از دیگه کلگی را خوشبخت میکنه، کلگی را به موفقیت میرسونه، دیگر را دوست داره، دیگر را دوست داره، بر تمام مردم مهربانی و همدلی دارن. چقدر تفاوت از بین اینا و بین اینایی که شخصیت سالم ندارن، زمین تا آسمان است. تفاوت چقدر زیاد وجود داره. نگرش اونا به زندگی مثبت است، نگرش اینا به زندگی منفی است. اینا اختلال شخصیت داره، اونا اختلال شخصیت نداره، یک عالم تفاوت داریم. پس ببینید چقدر خوب است که روی زندگی مردم نشسبید. پس یکی از مشخصهای دیگه شخصیت انسان سالم است که روی زندگی دیگرا کار نداره. اگر کارم داشته باشن، بر خوشبختی اونا کار میکنن، نه بر بدبختی اونا. ما بیاییم بر دست دیگرا را بگیریم، نه که دیگرا را کش کنیم پایین بیاریم، دیگرا را پرتیم در چا. ما چی میکنیم؟ میاریم در چا انداخته میریم،
نمیکنی که بالا ببریم، دیگرها رو بالا نمیبریم. میگیم چرا پیشرفت کرد، بیا که در چاپ پرتیم دیگه نکنه پیشرفت. تلاش داریم که دیگرها رو پایین کرده بریم، نه بالا. اصلا ارزش دادن به دیگران نیست. اینجا زمانی که ما به دیگران ارزش بدیم، این شخصیت سالم داریم. ما انسان سالم هستیم دیگه در کن. اگر شما به دیگران ارزش نمیتین، قطعا سالم بودن تان شک کنین و مریض هستین. انسانای مریض مریضی خود قبول نمیکنه. انسانای مریض مریضی خود قبول نمیکنه. مریضایی که مشکل روانی دارن، یکی از مشکلایش اینه نیست. اختلال شخصیت داره. وقتی برش میگی که تو بیمار هستی، بیمار، اون میگه که نه من اصلا بیمار نیستم، من خوب هستم، اصلا خوب هستم. چرا؟ بیمار از قبول نمیکنه. یگانه چیزی که ما را سرطمند میسازه که اختلال شخصیتون رو رفع کنین، این است که قبول کنین که اختلال شخصیت دارین. یعنی شما شخصیت سالم ندارین. ببینین بله. اگر ما خود نمیپذیریم، ما مسئولیت های خود نمیپذیریم، دیگران را مقصر میدانیم، شک میکنیم، بالای دیگران عصبانی میشیم، زندگی خود با دیگران مقایسه میکنیم، دیگران را بد میگیم، حسادت داریم، بازم میگه مشکل نداریم، خوب هستیم خیلی دیگه. این قدر مشکل داریم چسبیدیم به زندگی دیگران، هنوز هم میگه ما شکر خوب هستیم، فضل خدا تو صحتمند هستیم، هیچ مشکل نداریم. در کجا مشکل نداری تو؟ که کلا مشکل هستی، خودت مشکل هستی. یعنی صحبت کردن با او افراد، یعنی روی اعصاب آدم میره صحبت کردن با او افراد، یعنی عصبانی میکنه آدم سالم. شما میبینید چقدر فرق است وجود داره با اشخاص که سالم است و اشخاص که اصلا سالم نیست. بله، دقیقاً تفاوت‌های خیلی زیاد وجود داره میان شخصیت‌های سالم و شخصیت‌های ناسالم. قسمی که جناب استاد یادآوری کردن، بسیاری از افراد هستن که نه دیده دارن که دیگران ازشون کرده بالاتر باشه و نه خودشون هست، خودشون چیز ساخته میشن، نمیتونن که از خود کار کرده داشته باشن در جامعه‌ای که زندگی میکنن. پس هیچ وقت اسودی به جای نکنیم. درست ما نمیگیم که هیچ وقت حسودی نکنین، حسودی بکنین، همو آنقدر نکنین که خود شخصیت خودتون رو ضربه وارد بکنین و نتونین اون چیزی که میخواین، آن خواسته که در دلتون از در قلبتون از همون خواستتون برسین. خب جناب استاد، بنونگرایی توافق پذیری و همچنان وظیفه مداری، روان رنجوری و گشودگی چقدر میتونه نقش داشته باشد بالای شخصیت یک فرد؟ خب این تمام اینا بودای شخصیت است، بودای شخصیت سالم است. یعنی افرادی که اون مشکلایی که شما یاد کردین داره، تمام اگر نداشته باشه، تمام خصوصیات شخصیت سالم هم میتونن داشته باشه. اما افرادی که این مشکلا رو داره، اگر شخصیتاشون گفتیم، اون مشخصایی که گفتیم، یعنی بعضی کساس ببینین که ناراحت هستن، نمی درونگراست، اصلا به دیگران نمیخواین بگوین که ناراحت هستن، مشکل دارن، اما نمیگه به دیگران، میشرمه، میگه اگه این مشکل بگویم نشه که مثلا اینا بد بگویه. یعنی بیماری داریم نمیگیم به دیگران. من خیلی افراد دیدم، میگم زمانی که برام مسج میمونن، میگه استاد چطور کنیم، ما مشکل داریم، این مشکله. میگم بیاین این آدرس از معاینه خانه بیم، کمکتون میکنم. اونا باز میگن که ما میشرمیم که بیاییم. ببینین اونا کسایی هستن که نگاه داشتن مشکل خودن، نمیخوان که به دیگران بگوین، مشکلای خودن نگاه میکنن، پت میکنن، نمیخوان به دیگران بگوین. یعنی خیلی مشکل است که ما مشکل داشته باشیم، اما به خاطر که دیدگاه دیگران چی است. یعنی یکی از خصوصیات دیگه که شماره دومه که به بیننده بگویم این است که افرادی که شخصیت سالم دارن، برای زندگی خود تلاش میکنن، نه برای دیدگاه مردم. این افراد چی است؟ برای دیدگاه مردم تلاش میکنن. اونموس که هیچ وقت نمیرسن بر جای، به خاطر چی؟ که میبینن خب یک کس پیش رفته، اینا میدون میدون میگه از پیش بره. باز که پیش رفت، یک فرد دیگه پیدا میشه، کسی که باز پیش است، به خاطر دیگرا کار میکنه، بازی بیچاره میره که دیگه کس پیش کنه. همین است که هیچ وقت اینا به مقصد اینا معلوم نیست، اینا در هر جای میرن، مشکل برشون ایجاد. ببینین که چقدر تاثیر داره این موضوع، که اگر ما مثلا این مشکل را داشته باشیم، یعنی ما اهداف خود با اهداف دیگران تعقیب میکنیم، نه اهداف خود تعقیب نمیکنیم، میریم با دیگران مسابقه میزنیم، شخصیت سالم نداریم متاسفانه دیگه، مشکل داریم، دیدگاه مردم تلاش میکنیم. اگه مردم گفت برو چک چک کرد بر ما، میدهیم. اگه گفت که کارت خوب نیست، پس متوقف میشیم. یعنی کنترل یا ریموت ما دست دیگراست، دیگرا ریموت میکنه که ما کجا بریم. اگه اونا ریموت کرد پیش میریم، اگر ریموت کرد استاپ میشیم. یعنی خیلی مشکل داریم. ما بیاییم به دیدگاه خود زندگی کنیم، به نظر خود زندگی کنیم، رفتار ما، احساسات ما، هیجانات ما، تمام اینا رو درست کنیم. یعنی رفتار خود اول، شخصیت چی است، همون چند ویژگی که من گفتم از اول که خوب بسازیم، اول روی افکار خود باید کار کنیم. افکار خود دیگه مثبت کنیم، بالای دیگران شک نکنیم، مشکل به دیگران ایجاد نکنیم، افکار پوچ و چیزایی که داریم اونا رو پاکاری کنیم مکمل، اصلا
افکارتان، افکار پوچه که دارین از بین ببرینش، افکار خوب جاگزینش کنین، به جای منفی نگری مثبت اندیشی، به جای شکاکی شک نکردن، تمام اینا رو جاگزین کنی، شک نکنی والای دیگرها، به جای ازی که ضد اجتماع باشین مثل افرادی که اختلال شخصیت دارن، بیاین با اجتماع همکاری کنین، اجتماع مردم دوست داشته باشین، ببینین کسایی که دیگرها رو دوست ندارن چقدر افراد یعنی در کل خوب نیستن دیگه. پس ببینین احساسات خوده، احساسات رو کنترل کنیم، هیجانات خوده، یعنی عصبانی میشیم یک وقتی، بتونیم کنترلش کنیم. ما شخصیت خیلی خوب است. اگر عصبانی شدیم، گلاس هم گرفتیم به دیوار زدیم، کل چیز خراب کردیم، این زمان است که ما مشکل داریم دیگه. عصبانیت خود کنترل نتونین، مسازی میمونه که شما چاقو هم دستانه و نفر رو میکشین باسن. ببینید یک کنترل عصبانیت که شما نداشته باشین، مشکل داشته باشین، این تمامش ما را آسیب میزنه. رفتار ما چگونه رفتار داریم؟ آیا رفتار ما خوب است یا رفتار خیلی بد داریم با دیگر؟ اگر رفتار شما بد است، واکنش شما در مقابل صحبت دیگران چی است؟ اینا رو کلش درست کنیم. چند چیزی که من روی تعریف شخصیت اول گفتم، اینا رو جور کنیم، شخصیت ما کلا جور میشه. واکنش ما با صحبت دیگران چی است؟ آیا کسی شما رو تحسین میکنه، شما خوش میشین یا اصلا ناراحت میشین؟ میگی بیبی کتره، میگه فلانی. شما دیدین بعضی کسا رو تحسین کردین، میگه چرا رشخن میزنین، چرا کتره میگه، چرا فلان میگه. یک قدر یعنی کم بود دارین شما عزت نفس که شما رو کسی تحسین هم میکنه، شما میگه نه، خواه که تحسین هم نکنه در قبل از اگر تحسین هم بکنه. یعنی ببینید چقدر مسئله مهم شما دارین. پس واکنش شما در مقابل دیگران چی است؟ پیامی که برای شما میایه، آیا مقابل جواب مثبت، یعنی شخصیت های سالم تحسینش کنه، چقدر از طرف خودش تحسین میشه؟ پس میگه شما خوب هستین که ما را تحسین کردین، شما قابل تحسین هستین که ما را قابل تحسین دانستین، چرا اردوش خوب است نه؟ باز فرد که باز بد باشه تحسینش کنیم دیگه، او خب قابل تحسین نیست، طرف مقابلم ناراحت میساز بیچاره، از همون چیزی که آوردم ناراحت است، میگه کاش کهش نمی آوردم، گمش کنم این فرد اصلا خوب نبود، دیدی که چیزی برش برد و مرا گفت که اصلا برش خند میزنی فلان میزنی. یه کس خیلی دوست داره میگه چقدر زیباستی، او به خاطر که پیش خود همیشه خود تحقیر کرده، توهین کرده، شخصیت خیلی خوب نبوده، باز میگه که من میفهمم دیگه، ناراحت هم میشم که چی میگی تو برام. یعنی مثلا زیبا شب میره روی زو فکر میکنه که فلانی مرا گفت چقدر زیباست، چرا کتره میگه، من خود زیبا نیستم. ببینید روی خودم شک داره نه تا یه. یعنی تمام اینا رو وقتی ما خوب بسازیم، ما شخصیت سالم یک فرد میسازیم. اگر چه گفتم موضوع شخصیت موضوع خیلی کوتاه نیست، یعنی در هر شما را باید بحث شود، خیلی هم بحث شود، کل جوانبش گفته شود. برنامه خیلی کوتاست، ما کل جوانه ما نمیتونیم بگوییم. باز بعضی کسا میگن که استاد چرا بس تکمیل نمیشه در برنامه، چرا برنامه 5 ساعته و 6 ساعته نیست که ما بس تکمیل کنیم؟ برنامه کوتاست، فقط ما روی چند موضوع خیلی مهم که امروز صحبت کردیم، همه قدرم که شما رفع کنین خیلی کار عالی کرده. یعنی کلا شمارهایی که من امروز گفتم شمارهای اساسی که در زندگی ما تطبیق میشه. یعنی اینا رو زمانی که شما جور کنین کم کم جوانه بدگام درست میشه و دیگه ما میریم به شخص سالم. دقیقاً زمانی که ما همین نکات را مد نظر داشته باشیم، بدون شک ما نمیتونیم همان چالش ها و همان مشکلاتی که وجود داره فرارای ما با همان مشکلات مبارزه و مقابله می داشته باشیم و میتونیم همین شخصیت ما رو به گونه درستش محافظت بکنیم. پس که جناب استاد یادوری کردن که بیاین زندگی به میل خودمون بکنیم، نه به میل دیگران. زندگی تحمیلی یا زندگی را جبران قبول نکنیم. زمانی که زندگی به خواست دیگران به پیش رفت، بدون شک اهدافمون پایمال میشه و نمیتونیم اما اهداف را تعیین میکنیم به همان اهدافمون برسیم. خب جناب استاد بسیاری هست، خب فکر کنم که وقت برنامه ما به اتمام رسیده. خب اگر حرف باقی مانده بفرمایید جناب استاد. یگانه کاری که ما میتونیم به خاطر زندگی خود سالم کنیم، اول خوب به دیگران کمک کنیم، دومان زندگی خوب ساختنی است، آن را آگاهانه بسازیم. سلامت باشین، هستی که در برنامه تشریف آوردین، خیلی ها سپاسگزار. خب دوستان بیندهی بود برنامه امروز تقدیمتون کردیم، تا اینکه فردا ساعت 2:30 ساعت مهمان خانه شما حیزان میشم، همه شما رو بالا یک تا بی هم تو امانت میکنم. شب روزتان خوش، خدا نگهدار. Thank you.